خب حالا شد برجام و یه گشایش ایجاد شد، نذاشتن مردم تو همون یکی دو سال گشایش برجام هم لذت ببرن. به جرات میتونم بگم من به عنوان شرکتی که توی تمام رسته های حوزه انفورماتیک دارم کار میکنم، هم نرم افزار، هم شبکه، هم سخت افزار، هم و هم واردات کالا و صادرات نرم افزار، بعد از برجام حوزه انفورماتیک قطعا هیچ تغییری نکرده، بلکه شرایط تو حوزه انفورماتیک برای صادرات به مراتب برای ما سخت‌تر شد. بگم از نظر بانک ها سویفت نداریم، بگم میتونیم ال سی باز بکنیم نمیتونیم، بگم میتونیم اعتبار بگیریم نمیتونیم. برجام من یه نکته باید حضورتون عرض کنم که هیچ اتفاقی و هیچ بهبودی در روند کار ما در بحث تولید، واردات قطعات و صادرات و ارتباط بانکی برای این واحد تولیدی انجام نشده، در بعض مواقع چه بسا بدتر هم شده. دانشمندان اروپایی تعداد زیادشون، اونایی که یه مقدار بالاخره احتیاط میکنن، استنکاخ میکنن از اومدن به ایران. خب این یعنی به قول دانشگاهی ها قبل از برجام وضعیتشون بهتر از بعد از برجام شده. اجازه بدید به اون چه که از 3 ماه گذشته از تاریخ اجرای برنامه جامع اقدام مشترک روی داده نگاه اجمالی داشته باشیم. تقریبا هیچ چیزی اتفاق نیفتاده. بعضی از روابط بانکیمون هنوز به حد مطلوب نرسیده. در تجار ما و صادرکنندگان ما، واردکنندگان ما هنوز راه مستقیم رو نمیتونن طی کنن. So Iran is not benefiting from sanctions lifting in full. Then if the same policy of confusion, uncertainty about JCPOA continues, if companies and banks, banks and other business entities are not working with Iran, we cannot remain in a deal which there is no benefit for us. It's a fact.